گلاسیا سلام. امروز خلاصه فیلم نداریم. بجاش می‌خوام سریال افک تهران رو نقد و بررسی بکنیم. خلاصش هم قرار نمی‌دم بخاطر اینکه یه مقدار کپی رایت ایرانی‌ها حساسه. من سر خوابگاه دختران فکر می‌کنم دو سه تا کپی رایت گرفتم هستن. برای همین نمیتونم ریسکشو بکنم. و از یه طرفم سریال واقعا خوبیه. می‌خوام آخرش هم ببینید که چرا انقدر میگم خوبه و حتما بعد ببینیدش. این ویدیو رو هم سعی می‌کنم که به دو بخش تقسیم کنم. بخش اولش اسپویلی نداره. می‌تونید ببینیدش حتی اگه سریال رو تا حالا تماشا نکردید و بعد برید سراغش. ولی بخش دوم اسپویل داره که قبلش هم بهتون اختار میدم که از اون قسمت به بعدش رو اگه سریال رو ندیدید تماشا نکنید. ویدیو رو هم دارم برای این می‌سازم چون دیدم خیلی ابهامای زیادی در مورد این سریاله و متأسفانه یه سری ویدیو هم در موردش صحبت شده که اصلا درکی از فیلم نکردن، یعنی فقط صرفا خواستن یه حرفی رو زده باشن که ویو بگیرن. به نظرم برای همینم خیلی داره در حق این سریال اجحاف میشه و واقعا لازم بود در موردش حرفی بزنیم. داستان سریال افیه تهران در مورد یه کارگردان به اسم آرمان بیانیه که میخواد یه فیلمی به اسم افیه تهران بسازه. افیه تهران کسیه که تازگی تو شهر دست به کار شده، افرادی که کودک آزارن رو از بین میبره و جونشون رو میگیره و الان هم پلیس خیلی در به در دنبالش میگرده. آرمان هم داره با تیمش یه سریال در مورد همین شخصیت میسازه. بقیه‌اش هم دیگه نمیگم، خواستم اسپویل نشه، ولی خب مین پلاتو الان دیگه میدونید. افیه تهران که از سریال هاییه که به نظرم سینمای ایران واقعا داره تغییر میده چون یه سری تابو شکنی کردش و علاوه بر اون دیدگاه های جدیدی رو وارد سینمای ایران کرد، مثل کاری که سریال قورباغه انجام داد. شاید خیلی‌ها دوست نداشته باشنش، ولی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که به عنوان یه سریال جنایی واقعا خفن بود، پلات تویست های فوق العاده نابی داشت و کلا میگم اونم یه بخش تغییر دیگه توی سینما. فیلم نامه نویس افیه تهران خب میدونیم پیمان معادیه، کسی که عموم زندگیش رو توی خارج از کشور گذرونده، کاملا با هالیوود آشناه و خیلی از المان‌های اون رو هم میاد وارد سریال میکنه. برای مثال ما توی هالیوود زیاد میبینیم که خیلی از کارگردان‌ها از جمله تارانتینو یا اسکورسیزی میان یه سری شاوت اوت به فیلم‌ها یا سریال‌های معروف خودشون یا آدم‌های تاثیرگذار توی هالیوود میدن. مثلا توی فیلم وانس اپان ا تایم هالیوود میبینیم که بروس لی میاد علناً داره اصلا یه ابراز علاقه‌ای به تمام افراد گذشته هالیوود میشه. توی این سریال افیه تهران همین اتفاق میفته. البته که فقط کار نویسنده نیست، کارگردان یعنی سامان مقدم هم نقش مهمی توی این کار ایفا میکنه. برای مثال ما شخصی به اسم داوود رو داریم که اول داره سیدی میفروشه و بعدن میاد راننده آرمان بیانی، شخصیت اصلی سریالمون میشه. داوود یه عینک همیشه میزنه که علاوه بر تیپ و استایلی که داره اونو کاملا شبیه لیوند پرفشنال میکنه. یکی از اونها قبلا توی کانال گذاشتمش و اصلا شخصیت رو نگاه بکنید کاملا شباهتشون واضحه. یکی از شخصیت دیگه همون عرفانه، یعنی فیلم برداره چیزی که آرمان بیانی داره میسازه. این شخصیت دوباره شباهت ظاهری کاملا مشهودی نسبت به جان لنون داره. حتی توی فیلم علنا چند جا آرمان بهش تیکه میندازه و میگه تو چی میگی جان لنون، و این منظرم خیلی کار خفن و جدیدی بود توی سینمای ایران. یکی دیگه از نقاط قوت این سریال فیلمبرداری خیلی خفنشه. ما این سکانس‌های از شهر تهران می‌بینیم که اگه کسی ندونه کجاست می‌کنه نیویورکه. یعنی یه جوری با نور بازی کردن، یه جوری کادر بندی می‌کنن که قشنگ شما یاد سریال‌های هالیوودی می‌افتید. توی فیلمبرداری کلاً هیچ کسری ما نمی‌بینیم. یه جایی هستش که آرمان روی تختش دراز کشیده و وقتی که به سقف خونه نگاه می‌کنه یاد خاطراتش، یاد چیزهای مختلف می‌افته و این کادری که می‌بینید خیلی قشنگه. نکته قوت دیگه فیلم برداریشم زمان بندی های مختلفی که ما میبینیم. خیلی از سکانس هست ما داریم به گذشته ی آرمان فلش بک میزنیم و با بچگیش بیشتر آشنا میشیم. یه جاهایی هست که شرایط خیلی هیجانی داره، یه جاهایی هستش که واقعا غمناک و شما رو به فکر فرو میبره و همه اینا رو فیلم بردار خیلی قشنگ ایفا میکنه. مثلا وقتی گذشته رو نشون میده میبینیم که نور پردازی که انجام شده کاملا یه تم آبی داره، ولی علاوه بر اون یه سکانسی توی زمان حاله که از همون نور پردازی استفاده میشه. مثلا یه جایی هستش که آرمان داره پسر خودش بابک که هم اومده خشکش میکنه و میبینیم که این سکانس هموم رنگش همون تم آبی رو داره، به شکلی شما رو به فکر فرو میبره که شاید آرمان هم توی گذشتهش همین چیزهایی رو با پدرش میگذرونده و کلن خیلی این اتفاقات توش میفته. نکته قوت بعدی فیلمم که هر کسی دیده باشه تایید میکنه بازیگری فوق العاده خفنشونه، چه خود پیمان در نقش آرمان، چه کسای دیگه مثل دکتر مشتاق توی سریال، داوود یا حتی بابک پسر آرمان، انقدری خوب نقششون رو ایفا میکنن و انقدری قشنگ احساساتشون رو به چهره میارن که شما رو قشنگ به فکر میبرنتون. یعنی اون چیزی که نویسنده میخواد بیان بکنه رو به بهترین شکل به اجرا در میارن.
اصلا به نظرم یکی از دلایل مهم موفقیت سریال عفی تهران همین بازیگری خفنشونه. این همین حرف کوتاه خواستم فقط در مورد سریال بزنم چون خیلی خفنه. از اینجا بعد حرفام اسپویل داره. سریال عفی تهران پر از سمبولیسمه، یعنی ما مدام داریم چیزهای مختلفی رو میبینیم که کلن دارن حرف دیگه رو به ما میزنن. مثلا همون قسمت اول سریال ما میبینیم که آرمان با پسرش بابک بحث دارن، بابک توپی رو پرت میکنه و تلویزیون میشکنه، یعنی نصفش کلن بمیره، نصف دیگهش یه تصویر خیلی کمی رو نشون میده و از اون به بعد توی تمام سریال دارن با همون تلویزیون فیلم میبینن و اصلا آرمان دوست نداره درستش کنه. حتی اینجا به همسر سابقش میگه که تلویزیون باید همینطوری بمونه که بابک بدون نتیجه کارش چیه. اما یه جایی هستش که دیگه آرمان و بابک خیلی با هم نزدیک شدن و میبینیم که آرمان داره توی گوشی تلویزیون دیگه سفارش میده که متاسفانه وقتی هم میرسه بابک همراه الهه یعنی مادرش از شهر رفتن به کیش. ولی این سمبولیست خیلی خفنه. به روایتی داره ما یه پدری رو میبینیم که مدام اشتباهات بچه‌ش داره بهش گوشزد میکنه ولی از یه جایی تصمیم میگیره که دیگه بسه، باید پسرمو ببخشم، همه اشتباه انجام میدن و باید دیگه روی اون اشتباهو بپوشونم. در واقع عوض شدن این تلویزیون و درست شدنش میشه گفت بخشیدن یه پدر و مادر که وقتی این کار انجام میدن زندگی پسر یا دخترشون کلا عوض میشه، چیزی که متاسفانه الان خیلی توی جامعه میبینیم. پدر و مادرها میان مدام چیزی رو به بچه‌شون گوشزد میکنن، مثلا پسر چند سال پیش که کلاهبرداری شده پولی از دست داده، 10 سال گذشته هنوز بابا میگه من بهت پول نمیدم، میگه اصلا دوباره اون کارو بکنی. و این نبخشیدن است که واقعا زندگی بچه‌ها رو نابود میکنه. و یکی دیگه از سمبولیسم‌های فیلم تراماهایی هست که ما داریم از آرمان میبینیم. خیلی چیزهای کوچیکی رو از گذشتش ما میبینیم هر از گاهی، مثلا همون رد پارگی رو جوراب مادرش و تمام اینها یه چیزهایی هستن که توی ذهن آرمان موندن و باید به این فکر بکنیم که آرمان چی شده که انقدر به جزئیات توجه میکنه. چرا وقتی که مثلا همون مسئول گیشه یه نگاه بدی بهش کرده بود هنوز توی ذهنش و شبا آزارش میده؟ به خاطر اینکه تراماهای زندگی آرمان، اون تنش‌هایی که از پدر و مادرش میدید، تمام اتفاقاتی که میافتاد، کتک‌هایی که از ناظم مدرسه میخورد، همه اینها رفته رفته شخصیت اون رو به کسی تغییر دادن که داره با OCD دست و پنجه نرم میکنه. OCD یا وسواس فکری چیزیه که طرف خیلی میره توی جزئیات و از اونها یه کوه برای خودش میسازه و هی خودش رو آزار میده. یا یه شخصیت پاتولوژیک لایر ازش شکل میده، کسی که مدام دروغ میگه و هی به اون دروغش ادامه میده، مثل همون حرفایی که به روانشناس خودی زده بود، چه در مورد مادرش، چه در مورد همون اتفاقی که بین خودش و همسر سابقش یعنی الهه افتاده بود. و وقتی که به اینها رسیدگی نشده، آرمان چند جایی اشاره میکنه که چند بار خواسته بره تراپی ولی خب نتونسته، دوست نداشته. و این عدم رسیدگی به اتفاقاتی که توی گذشتش افتاده رفته رفته از همین OCD و دروغ گفتنه یه آدم سایکوپس و روانی ساخته، کسی که دیگه حاضر دست به هر کاری بزنه تا بتونه اون خواسته های ذهن خودش رو عملی کنه. چیز دیگه‌ای که توی فیلم اتفاق میفته، یه جمله هست که میگن بالا رفتن سخت، پایین اومدن راحته، یا میگن که ساختن خیلی سخته، خراب کردن که کاری نداره. توی سینما و کلن فیلم سازی دقیقاً برعکس اینه. اینکه یه شخصیت رو همینطوری بسازه ببیننده تحویل بده کاری نداره، فقط کافیه بنویسی رو یه نفر اجراش بکنه. اما اینکه اون شخصیت رو تغییر بدی یا خرابش کنی واقعا مرحله زمانبر و پروسه سختیه. قطعا همه بیننده ها از همون اول سریال، قسمت اول یا دوم، تو ذهنشون میاد که آقا فکر کنم آرمان اصلا عفی تهرانه. اینم چیزی نیست که آخر فیلم وقتی میفهمی حرف درسته بگی که واو من چقدر خفنم، نه، اصلا نویسنده اینو میخواسته. از همون اول شما داری این شک رو توی ذهنت راه میدی و وقتی که رفته رفته سریال جلوتر میره هی این شکت عوض میشه. یعنی اولین کسی که بهش شک کرده بودی آرمان بوده، ولی کم کم میگی نه، آرمان که الان مثلا فلان کارو کرد، آرمان که موقع اون اتفاق اصلا شمال بودش، آرمان که خیلی پسر خودش رو دوست داره، خیلی آدم دلرحمی، اصلا دست به همچین کارهایی نمیزنه. این تغییر خیلی درست شکل میگیره که شما تا یکی دو تا مونده قسمت به آخر قطعا دیگه شکت از آرمان عوض میشه، اصلا میره سراغ خیلی های دیگه. شاید میگی که مرضیه همون زنی که اول گرفته بودنش، همون عفی تهران بوده، خیلی شکت کلا میره سمت اینجور آدم ها. و آخر سریال دوباره برمیگرده. این کاریه که نویسنده داره با تو انجام میده. تو نمیتونی به این بگی که مشکل پلات، مشکل داستان نویسیه که از همون اول به آرمان شک کردم، چیزی که خودش میخواسته. ما توی سریالی مثل هانیبالو داریم توی هالیوود که از همون اول داریم در مورد یه قاتل روانی صحبت میکنیم که آدم میپسه و میخوره. یعنی ما وقتی میشویم اسم طرف هانیباله دیگه میدونیم کارش چیه. این سریال 3-4 تا فصل جلو میره و خیلی هم خفنه، با اینکه میدونیم قاتل کیه، ولی میخواد در مورد ذهن تو صحبت بکنه، میخواد در مورد هانیبال صحبت بکنه که چرا داره این کارها رو انجام میده.
میخواد فلسفه ذهنی اونو ارائه بده. توی افق تهران داره این اتفاق میفته. تو نباید این که از همون اول به آرمان شک کردی و نقطه ضعف سریال بدونی، چیزی که متاسفانه خیلی دارن در موردش حرف میزنن و به نظرم کلاً اشتباهه. ما اصلا باید بحث سریالو بفهمیم و الان میخوام در مورد اون صحبت بکنیم. ببینید، ما باید حرف سریالو قشنگ درک کنیم. سریال داره از دیدگاه آرمان بیانی شکل میگیره. اینو ما از کجا میفهمیم؟ اینکه هر وقت هدفون میذاره، وقتی هنسفری میره توی گوشش، ما هدف اصلیش هم این نیست که به تو هیجان یه فیلم جنایی و اکشن رو بده. میخواد برات به صورت درام، به صورت فلسفی صحبت بکنه. چرا حالا میگم دیدگاه فیلم از آرمان بیانیه؟ وقتی که هنسفری میذاره، شما صدای آهنگ میشنوی. توی 99% سکانس های سریال ما آرمان بیانی رو میبینیم، یعنی چیزهایی هستش که اون داره به چشم تماشا میکنه، یا حتی وقتایی که نیستش چیزهایی هست که حرفش به گوشش رسیده، مثلا داره تلفنی با یکی صحبت میکنه و ما آره اون طرفو میبینیم که داره با تلفن حرف میزنه. آرمان هم توی اون سکانس نیست، ولی خب آرمان داره حرفشو میشنوه. یا یه چیزی هستش که مثلا شهریار رو چند نفر دیگه دارن صحبت میکنن، دارن بعد آرمان رو میگن، یکی داره دفاع میکنه ازش و یه دفعه آرمان برمیگرده و یکی بهش میگه که اینا داشتن در مورد حرف میزدن. یعنی در واقع آرمان از تمام این حرفا اطلاع داشته. ما داریم تمام چیزهایی رو میبینیم که اون به چشم دیده یا به گوش شنیده. برای همینم کلا دیدگاه سریال از نگاه آرمان بیانیه. اینه که شاید جواب یه سری از سوالات رو نمیگیری. این جواب اینه که تو چرا زندگی دکتر مشتاق روانشناس آرمان بیانی رو بیشتر نمیبینی، نمیفهمی که چه جاهایی به آرمان شک کرده، نمیتونی دفترش رو بخونی که چی داره در موردش مینویسه و اصلا چی باعث شده که اون آخر بره پرونده رو از دوستش بگیره، پرونده مادر آرمان رو بگیره که اصلا به همون فهمیدن آخر منجر بشه. پس دلیلی نداشته که تو بیای با زندگی دکتر مشتاق خیلی های دیگه آشنا شو بفهمی چرا چه تصمیم هایی رو گرفتن. ما تمام چیزهایی رو داریم میدونیم و میفهمیم که آرمان بیانی میدونه. فیلم انگاری اول شخصه، اینو باید قشنگ بفهمیمش. نکته دیگه که خیلی خفن روی شخصیت سازی آرمان تأثیر داره، اتفاقاتی هست که میفته و منجر به خشم و عصبانیت اون میشه. ما جاهایی میبینیم که آرمان عصبانی و فریاد میزنه که داره در حق یه بچه اجحاف میشه. مثلا وقتی که الهه همسر سابقش بابک، یعنی پسرشون رو میاره و توی اداره ول میکنه و میره، این یه عصبانیت خیلی زیادی رو توی آرمان شکل میده و تا آخر فیلم هم مدام داره دعوا میکنه، میگه تو بودی که بچه رو گرفتی ول کردی و رفتی. خیلی رفته رو مخش. یا حتی با سرمایه گذار فیلم، یعنی سینا، وقتی که دعوا میکنه سر اینه که سینا یه تیکه به پسر بابک میندازه که چقدر این بچه دستشویی داره، یه دفعه اصلا بحثشو میشه و آرمان طرفو لفظی میکوبه. این خشمهایی که شکل میگیرن و خب ما نفرت آرمان نسبت به بچه آزارها رو درک میکنیم، منجر به خیلی اتفاقات دیگه میشن. مثلا همون جایی که بالاخره مرضیه میفهمه آرمان این کارو بوده، ما متوجه میشیم که آرمان یه سری مجله و روزنامه برای مرضیه توی زندان میفرستاده و پلیسا میگن ما بررسی کردیم، چیزی نفهمیدیم. ولی خب شاید توی اونها یه سری کد، یه سری حرف بوده که مرضیه متوجه شده و از طریق اونها تونسته که جای یکی دیگه از قربانی‌های خودش رو بگه. چون به هر حال مرضیه لازم بود این کار رو انجام بده که پلیسا مطمئن شن خودش افیه تهرانه و واقعا هم این کار رو میکنه. میگه که پدرمو بیارید ببینم و بعد از اون که حکم اعدامش رو صادر میکنم، پس یعنی قطعا جای اون طرفو لو داده. این همون کاریه که آرمان براش انجام داده. دقیقاً بعد از همون رویارویشون با هم دیگه، یه جا هستش که توی زندان دارن حرف میزنن، آرمان مرضیه رو کنار میکشه و میگه چیه، تو یه بلایی سر شوهر خودت آوردی، حالا داری خودت رو جای عفیه تهران جا میزنی، من که میدونم. و همین حرفا کم کم منجر به این میشه که مرضیه بفهمه هویت آرمان چیه. برای همین هم هست که لحظه آخری که با هم روبرو میشن، با آرمان میگه قول بده دست پدرم به پسرم نرسه. میدونسته که آرمان میتونه این کار براش انجام بده. یه نمونه دیگه از خشمهای آرمان رو سر مربی مهد بابک میبینیم. اونجایی که مربی میگه ما اصلا بچه طلاق ثبت نام نمیکردیم، به زور این کار رو انجام دادیم، و میبینیم که چقدر عصبانی میشه و بهش برمیخوره، چون انگاری یه نفر در حد پسرش داره تبعیض قائل میشه. بازم میگم این سریال دیالوگ محوره، تو قرار نیست هیجان اینو داشته باشی که چه اتفاقی قراره بیفته، تو باید روی دیالوگ محوریش تمرکز بکنی، چون حرفای فوق العاده مهمی توش زده میشه. همه همین دیالوگا هستن که تو رو به آخر فیلم سوق میدن. یه جایی من دیدم که صحبت کرده بودم، میگفتن داستان این سریال کلی مشکل داره و اصلا چه دلیلی داشته که دکتر مشتاق بره پرونده مادر آرمان رو پیدا کنه یا چرا پلیس نتونسته. ببینید، شما یه مقداری به کل سریال دقت کنید. آرمان به چند نفر گفته که مادرش توی تصادف جونش رو از دست داده و اصلا زنده نیست؟ به چند نفر گفته؟ جدی بهش فکر کنید. فقط میاد به روانشناس خودش این حرفو میزنه.
یعنی اصلا فکر نمی‌کردن که جریان زنده بودن مادر آرمان مهم باشه. فکر می‌کردن یه زن همینطوری یه پیرزنه که توی بیمارستان بستریه. اصلا نمی‌دونستن چه اتفاقایی توی بچگی برای اون افتاده. دلیلی نداشتن که به این مرد شک بکنن. به خاطر همین اصلا چرا باید به طرف شک بکنن که برن دنبالش؟ مثلا ازش چیزی ببینن، ببینن کاری انجام داده، اون موقع منطقیه. و اگر می‌رفتن، شاید زودتر از روانشناس آرمان به این قضیه می‌رسیدن. ولی اصلا دلیلی نداشته که برن پرونده پزشکی مادر آرمان رو بخوان بررسی بکنن. برای همین هم هست که هیچ چیزی به دست نمیارن و روانشناس این کار رو انجام میده. دکتر مشتاق کسیه که میفهمه آرمان بهش دروغ گفته و خب قطعا این براش خیلی مهمه. دکتر مشتاق در جریان همه اتفاقات که برای آرمان افتاده هستش، یعنی اون میتونه توی ذهنش را بده که شاید افعی تهران این طرفه، نه کس دیگه. همین شک هم باعث میشن که با کمک یکی از دوستانش به پرونده مادر این دست پیدا بکنه و با همون سمی که افعی تهران کارشو انجام میداده مقایسه بکنه. دلیل این که قضیه را میفهمه باید برگردیم به صحبت سروش صحت با آرمان بیانی. یه جا هست دارن با هم مصاحبه میکنن و اسم سروش صحت یادم نیست توی سریال چی بودش. با آرمان میگه که تنها کسی که از سم مافیا تهران خبر داره یکی منم، یکی خود قاتل، یکی هم مسئول پزشکی قانونی که قربانی ها رو بررسی میکرده. خب ما میفهمیم که دکتر مشتاق هم پرونده رو اطلاعات از یکی از دوستانش گرفته. اون مأمور پزشکی قانونی همون دوست دکتر مشتاقه. به هر حال با هم در ارتباط بودن و این یه جوری اطلاعاتو به دست میاره. سر همین هم هست که خیلی راحت پرونده مادر آرمان رو با اون بررسی میکنه و خیلی زود به نتیجه میرسه و میفهمه که آرمان همه این کارها رو انجام میده. یه نکته دیگه هم که یادم رفت بگم اینه که دقت کنی تمام این اتفاقا از 3 سال پیش داره میفته. یه جا هست آرمان داره در مورد فیلمبردارش عرفان حرف میزنه و میگه که ما 3 سال داریم با عرفان روی این پروژه کار میکنیم و از 3 سال پیش ایده شو دادیم. یعنی از 3 سال پیش تمام این جریانات افعی تهران شروع شده. از اون طرف هم یه جا هستش که آرمان داره با روانشناسش صحبت میکنه و دکتر مشتاق میپرسه که کی مادرت برگشت. آرمان میگه 3 سال پیش. یعنی تمام اتفاقات از زمانی که مادر برمیگرده شروع شده. خلاصه که من توی این داستان مشکلی نمیبینم. به نظرم خیلی خوب جمع‌بندی شده بود، خیلی درست بودش و حالا میتونیم که توی فصل دومی هم اگه ساخته بشه بیشتر با شخصیت آرمان و کارهایی که انجام داده آشنا بشیم، بفهمیم چی شده. فکر میکنم تمام حرفایی که لازم بود و زدم تا یه مقدار این سریال بیشتر باز بشه برای بقیه، چون به نظرم خیلی خفنه و باید همه ببیننش. قطعا هم سریال هایی که بعدش بیان خیلی ازش قراره تاثیر بگیرن و هیچ کسی نمیتونه اینو انکارش بکنه. دیالوگ محور بودنش فوق العاده است. حرفای توی زده میشه که واقعا میشه ساعت ها در موردش فکر کرد. اگر که سریال رو ندیدید و تا الان حتی با اسپویلر هم موندید، حتما برید ببینیدش. تجربه خیلی خفنی و قطعا پشیمون نمیشید. مرسی با هم بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر از این قبیل نقد و بررسی ها و تحلیل ها دوست دارید، حتما کامنت کنید که در این فیلم های دیگه هم انجام بدم و نظراتتون رو بنویسید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.